آخری اخباری که از موتور افغانستان داشتیم این بود که قرار بره به مسابقات لمانز راه پیدا کنه و شرکت کنه. روش هم یه لوگو چسبوندن لمانز با یه شماره مخصوص، ولی امروز قراره بریم به نمایشگاه موتور افغانستان. قراره ببینیم توی این نمایشگاه چی میگذره. چی میگذره که قشنگ این نمایشگاه مخصوص موتور افغانستان درست شده به مدت 3 روز توی شهر کابل. یعنی چی؟ یعنی کسایی که توی افغانستان تا حالا موتور افغانستان رو ندیدن میتونن بیان توی نمایشگاه. فکر کنم تا 2 روز دیگه هم این نمایشگاه تمدید شده، میتونن بیان ببینن. بچه ایده قشنگه که آره. مردم افغانستان میتونن بیان آره. این موتور رو تماشا کنن و اگه دوست داشتن میتونن کمک‌های مالی بکنن برای مالی. پیشرفت این موتور، چون اکثر مردمی که دیده بودن از توی تصویر و توی یوتیوب و این داستانا بود، ولی الان دیگه نزدیک میتونن اولین موتور افغانستان رو ببینن. خیلی جذابه، حسش خیلی بهتره. ما اگه افغانستان بودیم حتما میرفتیم توی نمایشگاه براتون یه ولاگ میگرفتیم. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو بریم کامنت نمیدونم با هم دیگه بخونی. رفیقمون سعید قریشی گفته سلام داداشا، دلم میخواد 1000 گیگ نت فعال کنم فقط شما رو نگاه کنم. عزیز چی کامنت مختصر و مفید و انرژی بخشی، واقعا اینقدر حال میکنه. چقدر لذت بردیم از این کامنتت، مرسی سعید جان، دمت گرم، دوستت داریم، همتون رو دوست داریم. مرسی از تک تک کامنتایی که میذارین، به شدت به ما انرژی میده. بریم با هم دیگه این ویدیو رو ببینیم، دوستتون داریم. برعکس لینک اصلی ویدیو هم توی داستان دیسکریپشن، حتما برید حمایت کنید. عزیز امروز اومدیم به دیدن اولین موتور ساخت افغانستان، که البته بار دوم است که ما می‌بینیمش. آره بار اول. امروز در نمایشگاه با نمایش گذاشته شده. البته این نمایشگاه برای 3 روز است که فعلا جایی که ما هستم موتور اینترکانتیننتال است و این هوتر اینترکانتیننتال، چه اسم باحالی داره. خیلی اسمش. فکر کنم معروف و قدیمی هم هست. شهر کابل. نمایشگاه برای 3 روز است. شما وطنایی که بیننده برنامه هستین می‌خواین بیاین و از موتر ساخت افغانستان دیدن کنین، اینمی 3 روز موقعش هست که شما بیاین و این موتر را ببینین. میریم به داخل و از موتر دیدن میکنیم. ما را مجزا شما همراهی کنین. بریم که همراهی کنیم برای بکسو. اوه چه قشنگ آوردن، دیزاین دادن. استراحت داره میکنه موتر. آره لب انگار خوشحال امروز. بایستا یه سوال، انگار اون لوگو را عروش کندن. آره دیگه اینا رو. نکنه این دومیشه، یکی دیگه هم ساختن. نه شو یه سری شایعاتی شده بود که دومین موتور افغانستان، ولی خب شایعه بود. احتمال زیادی همین اولیه. آره این همون داستان موتور، ولی از انجینر معلوم نیست، شاید مخفی کرده یه سری چیزا. آره. یهو میخواد رو کنه، یهو می نیست تا موتور پویسن هم رو میکنه براتون. ولی این داستانی که قشنگ دوره اینجا چیدند و موتور گذاشتن وسط توی جای شیک. یگانه دختر خانمه که در ساخت موتور سهیم بودن در کنار هستن. سلام وقتتون بخیر. سلام علیکم، وقت شما بخیر. تشکر، زنده باشین. آقا یه سوال من الان دارم. الان این خانومی که خبرنگاره ببینی با چه حجاب و داستانی اومده، فقط چشاشو شما داریم مشاهده میکنی، ولی اون یکی خانومی که آرایش کرده موهاش معلومه. توشی حالا نمیدونم گیر ندادن داستان چطوریه، اینم برامو بنویسید. بخیر، تشکر، زنده باشین. زنده باشین. میشه خودتون یک معرفی از تیم انتاب؟ سلما شوری هستم، یکی از عضو گروه تیم انتاب. سلما جان، شما یگانه دختر خانم هستین که در ساخت موتور سهم گرفتین. چی انگیزه باعث شد که شما هم بیاین و در ساخت موتور سهم شوین؟ من انگیزه اینو از این گرفتم که خواستم افغانستانم رو به صنعت بشه، یک کشور صنعتی بشه، و با می خاطر ما وارد این پروژه شدم. ایول دست واقعا جای داره دست بزنید. تیم تو اصلا یه تیم جمع شدن که به هم دیگه انرژی میدادن، یعنی اون داستان صنعتی شدن و پیشرفت تو ذهن همشون بود. آره. که خیلی جالبه و خاصه که به قول گفتنی یگانه دختره که وارد این تیم شده، یعنی آره تیم انتاب فقط یک دختر داره. یه دختر بوده و اینم نشون میده که داستان کار طالبا چقدر اشتباه بوده که اومدن مکاتب و داستانا رو بستن و زنا رو بیکار کردن، چرا که یه یگانه زن اومده داخل یه تیمی و باعث شده که یک موتور مدرن تولید بشه و افغانستان رو پیش ببره به سوی صنعتی شدن و پیشرفته شدن. و اگه کل زنا بیان همکاری بکنن، کل دخترای یه جامعه بیان همکاری بکنن تو همچین پروسه‌ای، چقدر پیشرفت میشه. مثلا نمونهش تیم رباتیک افغانستان رو داریم با عنوانش که خیلی پیشرفت کردن. اگه بچه‌ها خواستن راجع به اونم یه ویدیو می‌سازیم، حتما تو کامنت بنویسید. کلا زنا تو هر عرصه‌ای میتره کنه، می‌دونی؟ کلا وقت شما فکر می‌کردین که روز میشه شما هم سهم بگیرین در ساخت موتور؟ بله، چرا که نه، مگه فرق قائل هست برای خانم‌ها که نتونن. ایوه معلومه این فمینیست خیلی قوی هم هست. فرق قائل نیست، ولی از امو یک عشق حلاقه می باشه که بعدا باز مو میمده کار شروع میکنیم. بله، در این کار خیلی علاقه داشتم، بخاطر اینکه میخواستیم افغانستان هم یه دستاوردی از خودش داشته باشه، چون افغانستان هم میتونه هر چیزی بخواه میسازه، ساخته میتونه اگر این وضعیت کمی خوبتر بشه.
و شما چند نفر سهیم بودین؟ یکم پیشا بریم که از این اوکی سیستم. چند نفر شما سهیم بودین در ساخت این موتر؟ ما تقریبا از اول فرق نمی کنم. از اول ما تقریبا 6 نفر بودیم، الان تیم ما به حدود 30 نفر رسیدم. اوه ایوه، تیم 30 نفره هستیم. ایوه، 30 نفر از انجینیرها و بقیه برای بکس اومدن همکاری کنم، برای نشوندنده پیشرفت کاره. بعد 30 نفر در آینده میشه 300 تا، بعد میشه 3000 تا، بعد انتاب چند تا کارخونه میزنه. و این رفیقمون و این خانوم هم داره یه جورایی میخواد زیر سیبیلی رد کنه اون داستانو، بگه که چرا مثلا زنانتون هم پیشرفت کنن. زنان هم میتونن، ولی خب مستقیم نمیتونه بگه. 30 نفر. و در چی مدت ساختش چی موتر؟ مدت 5 سال میشه که سر این داستانا رو که میدونی. و میشه بگوین که نظریات هموطنای ما چی بود بعد از اینکه موتر ساخته شد؟ چی کامنت ها گرفتین شما از طرف ما؟ از طرف مردم خیلی کامنت های خوبی گرفتیم، خیلی برای ما تشویق کردن و اینکه تو این زمان یه امیدی به ملت دادیم و خیلی خودمون خوشحال هستیم. از بعد دقت کنی لهجه شو، یعنی در واقع مثل آقای احمدی فارسی داره، ولی آقای احمدی فارسی صحبت میکنه، فارسی ایرانی. ایشون اومده یه ذره فارسی دریا میکس کنه با هم، ولی باز متوجه میشی که باز چارتش مثلا آره حالت فارسی ایرانی طور داره میگه. آره و ملت هم بابت این خیلی خوشحال هستن. بفرمایید شما جان. بله، بسیار دیزاین و یک رنگ اما تو مقبول داره. من مطمئن هستم خانم ها هستن، دختر خانم ها دقیقا خوش ذوق و خوش سلیقه می باشن. شما چقدر زحمت گرفتین در دیزاین این موتر، خصوصا در انتخاب رنگ این موتر؟ ببینین ما یک تیم هستیم و همه این کارا را همه تیم ما با هم انجام دادن. ایول هوا تیمشو داره. اینی کاری یه شخص نیست که من الان براتون بگویم که چقدر سهم گرفتیم، چون همه با هم دست به دست هم دادیم و تا این موتر ساخته شد. بله. و امی حضورم بگوین که چقدر چالش ها سر رایتان بود این مدت که شما این موتر را ساختین؟ ببینین این کاری را که هر انسانی بخوای از صفر شروع کنه یه سری مشکلات سر رایش هم قرار میگیره. بله. و همچنان سر ما هم خیلی مشکلات یا راه های خیلی دشوار قرار گرفت. دقیقاً تو هر کاری که واردش میشی خیلی قشنگه که این چالش ها میان. ممکنه توی کار باشی، دور از کار باشی، فقط بفهمی چالش، بگی ایول مثلا چالش رو رد میکنی، ولی توی کار باشی ممکنه فشار بهت بیاد، ناامید شی. رد میکنه عشان. موفقیت با شکستن این چالش هاست. و به نظر من بزرگترین و ترسناکترین چیزی که پیش روی مثلا این خانم بوده این بوده که مثلا بیاد تو افغانستان، جایی که مثلا زنها اینقدر محدودیت دارن، بدون اینکه به ترسه بیاد کار کنه و بگه آره من میتونم. خودش چالشه. جایی که مثلا زنها دارن سرکوب میشن علاوه علمی و اینا، بیای مثلا یه حرکت علمی بزنی، در راه علم بزنی، یکم سخته برات. من اگه بودم شاید خیلی بیشتر. این بزرگترین ترسه. چالش‌های مالی بوده. همون اول که از این تیم حمایت نکردن که. آره دیگه 34000 دلار خودشون هزینه کردن از جیب شخصیشون. ما تونستیم همیشه یه چیزی که بود ما به هم تیمیای خود اعتماد داشتیم و هیچ وقت و این اعتماد و این انرژی خدا نه عزیز نداریم و همیشه کوشش و تلاش کردیم و در ساخت این تا این کارش تمام بشه. و میشه بگوین به عنوان یک دختر خانم افغان، بله، گفتنی شما برای دیگر دختر خانم ها چی است؟ اینجا جالبه. گفتنی ما به اینه که همیشه کوشش و تلاش کنن و از کوشش و تلاش دست نکشن. ایوه. منتظر این نباشن. ایوه. که یکی بیاد برایشان برای آینده و زندگیشان تصمیم بگیره. برای آینده و زندگیشان و تصمیماتشان رو بگیره و هر چیزی که میخواین برن انجام بدن و این باعث این میشه که به چیزی که میخواین واقعا برسن. ببین چه حرف قشنگی داده. یعنی میگه با این محدودیت هایی که مکتب بستند و کارو من کردن و هزار تا چیز دیگه که ما خبر نداریم، شما نباید پاپس بکشید. چه میدونم اینترنتی درس حرفا شاید فکر کنه حرفای ساده است. آره. ولی توش پر کده. همین کلمه این که بگه هیچ وقت از تلاش دست نکشی خیلی ساده است، ولی که تو مسیر ممکنه ناخودآگاه دست بکشی. بعد همین که داره میگه نذارید براتون تصمیم بگیرن، این خودش یه جرأت بزرگی میخواد که تو افغانستان هم چه حرفی بزنی. یه مقدار داره یه کد بزرگی داره سیاستی صحبت. آره، نذارید براتون تصمیم بگیرن. به عنوان بزرگوار داره مستقیم خانم میگه، کسی که خودش پیشرفت رو دیده و الان داریم پیشرفتش رو ما میبینیم. سوال آخر مایسون بپرسم. بله. اینو برام میگین که پلان آیندهتون چی است؟ پلان آینده این یه سیکرته که تولیدات این موتر رو شروع کنیم بخیر. آخ، من منتظر اون موقع. تشکر، زنده باشین. آقای احمدی کجاست؟ جاش اینجا خالیه. یا موتر ساخت افغانستان و دختر خانمی که در ساخت موتر البته یگانه دختر خانمی که در ساخت موتر سهیم بودن امروزشون صحبتای داشتیم و شما مزا تصاویر بیننده باشین ما رو همراهی کنین. ولی اون دیزاین داخلش دقیقاً یه ویدیو
های کوالیتی هنوز منتشر نکرده. حالا دلیلش نمیدونم. این احتمال زیاد سیکرت بمونه. آره، سیکرت بمونه تا تولیدات انبوهش که فرا برسه. یاش احتمال زیاد به یه مسابقه بره دیگه قبل از اینکه به تولید انبوه برسه. آره. من فکر میکنم یه جنجالی قرار به پا کنه. البته اگه بخواد به نمایشگاه قطر بره، آره، اون قطرها دیزاین داخلی مهم نیست. مهم عمل کرده کلیه این مورد. به قول خود آقای احمدی که میگفت باید یه چیزی رو نشون بده. ببین مثلا اونجا آودی میاد یه حرفی میزنه. حسابشو بکن اونا مثلا چقدر تجربه دارن. این که بخواد فقط بره به نمایشگاه قطر آنچنان مثلا مهم نیست. مهم اینه که بره ببره. این پیشرفت‌ها تازه استارتش بوده بچه‌ها. چیزی که الان می‌بینید تو شبکه الجزیره و انگلیس و همه دنیا پکونده، این تازه اول استارت اینه و بهترین کاری که کرده این بود که بیاین نمایشگاه رو بزنن که مردم افغانستان بیان نزدیک ببینن. فکر نکنن فیک یا دروغه. و خیلی‌ها فکر می‌کنن برای این موتر اونقدر زحمت کشیده نشده. در صورتی که ما یک ویدیو در مورد این موضوع درست کردیم که پیشنهاد می‌کنم اگه از اون دسته از آدم‌ها هستین حتما این ویدیو رو ببینید که مراحل ساخت این موتر رو تا حدودی به صورت خلاصه توضیح میده. پشت صحنه‌اش. پشت صحنه ساخته این موتر رو توی این ویدیو حتما ببینین. دوستتون داریم و تا ویدیوی بعدی. بدرود. بدرود.